چون بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی توی روزهای گذشته انتقادهایی کردن از وضعیت موجود، مثلا احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در وزارت کشور انتقاد کرد و گفت وزارت کشور خودش مقصره و وقایع اخیر باید در مجلس و قوه قضاییه بررسی بشه. میتونیم این صحبت‌ها رو نشانه شکاف و اختلاف نظر بین مسئولان بدونیم؟ از گفتگوهایی که اینجا سلام کنم قبلا خدمت شما میهمانان و به حال بینندگان شنوندگان این برنامه، از اونچه که اینجا گفته شد که بخش در ضمنش، حالا حداقل بخشش از نظر من درسته کاملا، این نکته که آقای علیجانی گفتن که این بحث، این کشمکش درون حاکمیت از قبل هم بوده، من با تاکید بر این شده خبرها، پشپشها همه حاکی از این بود که برای بحث حجاب که عملا ناموفق شده بعد 43 سال شاهد بی حجابی دیگه هستیم، چه بکنه حکومت؟ و این بحث بود که آیا دو فاکتو عقب نشه، یعنی همین شل حجابی رو به صورت تحمل کنه تا بدون اینکه خودش اعلام کرده باشه یا نه، یا بس. خب مجموعه جریانی که در حکومت جمهوری اسلامی هست، حالا تنشی که هست، اشاره که آقای علیجانی کردن به این کشمکش دو جانب داره. درسته که یک بخشش حکومت به صدا نیروی مانده را حکومت که نمیخواد تغییر بشه و حکومت دیگری که میخواد و بخش دیگر اون جریانی که میخواد عاقلانه برخورد بکنه، اما تفکیک اینکه این دوتا نیرو کجا وایستادن رو برنامه شما الان اجازه نمیده که من واردش بشم. فقط همینقدر میگم که در همین حال که شما شاهد عقب نشینی هستید، چه در عمل در خیابان‌های تهران دارن دوربین‌هاشون میدن، چه در گفتگوهایی که شما به درستی بهش اشاره کردین شاهد این عقب نشینی هستید، در سیما صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه‌هایی هم هست که به شدت داره علیه این عقب نشینی همین الان کار میکنه. این حرف آقای علیجانی اینجا درست نیست که تصور میکنن که بیت رهبری و رهبری هن که بخوان حجاب نگه دارن. اصلا اینطور نیست. از آقای خامنه‌ای عقب مونده تر ما در حوزه ها داریم. ما بیت رهبری و دیگران، این صدای، این حسی که من از اون چه کسی ایران میشنوم و گفتگوهایی که با دوستان دارم اینه که نگران کفن پوشان هستن که الان تو خیابون نریزن. بنابراین همه کسانی که فکر میکنن این پیروزی، این واقعا یه بخش زرینی تو تاریخ مبارزات زن در خاورمیانه هست، یه عقب نشینی کوچکی اهمیت نداره و همین الان وقت سرنگونیه، سرنوشت تمام کشورهای عربی، پیرامون سودان و الجزایر که اتفاقا با آقای علیجانی با هم بحث قلمی هم در این مورد داشتیم، همه رو به شهادت میگیرم که یک جنبش خودانگیخته میتونه همینطور که اینجا داره موفق میشه یک هدف مشخص رو به دست بیاره، نه هر چه که اپوزیسیونی که در طول تاریخ خواسته نتونسته، رژیم چنج هایی که شده همه رو به این جنبش پیوسته.